به نام خدا و با درود سلام به یک سرویس کوتاه خبری از کانال ون اسمارت خوش آمدین. ختم نقش نظامی فاتحان شمال. آیا تاریخ مصرف فرماندهان ازبک تبار طالبان تمام شد؟ پس از 22 روز دوری از تخار، مولوی نورالدین به طالقان برگشت و وعده ادامه خدمت به مردم داد. اما چند ساعتی نگذشته بود که طالبان از تبدیلی او به عنوان معین مالی و اداره وزارت فواید عامه در کابل خبر دادند. بر کناری تنها والی ازبک تبار حکومت طالبان و آن هم ساعت پس از بازگشت به طالقان، پرسش های زیادی را خلق کرد. اما این تنها دور ساختن فرمانده جنگی ازبک تبار و آوردنش به کابل نیست. پیش از این مقدوم عالم فرمانده مشهور ازبک تبار زندانی شد. مولوی عطاالله عمری از قل اردوی شمال به بخش فناوری وزارت دفاع آورده شد و قاری صلاح الدین ایوبی هم از بست نظامی پکتیا بعد از یک ماه اجرای وظیفه با معینیت وزارت انکشاف دهات مقرر شد. یک زندانی و سه تبدیلی از چهار فرمانده جنگی و مشهور ازبک تبار طالبان معروف به فاتحان شمال. گمان زنی این که طالبان به فرماندهان غیر پشتونشان دیگر اعتماد ندارن را بیشتر ساخت. اما قصه فرماندهان ازبک تبار از کجا آغاز و چرا به اینجا کشیده شد؟ طالبان در دوره اول حاکمیتشان اکثریت فرماندهان و جنگجویانشان پشتون تبار بودند. اما بعد از 2001 ظاهرا این روی کرد تغییر کرد و در شمال و شمال شرق ازبک ها و تاجک ها را در خدمت گرفتند و در مرکز هم یک دو چهره هزاره. شمال و شمال شرق به دست تاجک تباران و ازبک تباران سقوط داده شد و حتی در سقوط پنجشیر طالبان از فاریاب جنگجویان ازبک و از بدخشان جنگجویان تاجک را آوردند. اما چندی نگذشته که رهبر طالبان اکثریت اعضای کابینه و والی ها را از فرماندهان جنگی پشتون برگزیدند و ظاهرا این سرآغاز شد برای ایجاد بی‌اعتمادی به همدیگر. با این حال چندی نگذشت که با اظهارات ضد و نقیض در مورد اتهام ها بر مقدوم عالم، این فرمانده مشهور ازبک تبار از بلخ بازداشت شد و در ادامه آن داملا شیر محمد مشهور به غزنفر فرمانده دیگر طالبان در سر پل بازداشت شد. اما بر اثر اعتراض هوادارانش خیلی زود از بند طالبان آزاد شد. اما بازداشت مقدوم عالم واکنش برانگیز شد و مردم به جاده برآمده و به حمایت از او شعار سر داده و طالبان پشتون را در فاریاب خر اصلا کردن. این رویداد زنگ خطری برای طالبان به صدا درآمد و آنان با صدها تفنگدار تا بدندان مسلح و انتحاری وضعیت را در فاریاب زیر ادارهشان درآوردند و مقدوم عالم همچنان در زندان ماند، با این تفاوت که از بلخ به کابل منتقل شد. به نظر می رسد که طالبان از دور اول حاکمیتشان خاطره خوشی از شمال، به ویژه روی گشتاندن جنرال ملک فاریابی و دشت لیلی جوزجان ندارند. به همین دلیل چند ماه از حاکمیت دومشان نگذشت که بدگمانیشان آغاز شد و مدتی نگذشت که قاری ایوبی را به پکتیا و بعد از یک ماه به یک موقف غیر نظامی در کابل، مولوی عمری را از قل اردوی شمال به یک سمت تشریفاتی وزارت دفاع و اکنون مولوی نورالدین را از مقام ولایت تخار به یک موقف غیر نظامی به کابل تبدیل کردند و در کنار آن مولوی مهدی رئیس هزاره تبار را نیز از استخبارات بامیان برکنار کردند. زندانی شدن، برکناری و تبدیل شدن به سمت های تشریفاتی فرماندهان شمال غیر پشتون در حال صورت می گیرد که پیش از این احضار شدن والی تاجک تبار بدخشان به قندهار و بدنبال آن احضار 20 روزه مولوی نورالدین و تلاشی خانه‌اش در تخار از جمله خبرهایی بودند که به آماج رسیده بود، موضوعی که هر دو تن رد می کنند. خبرنگاران آماج برای روشن سطح بدگمانی و نارضایتی با نزدیکان فاتحان شمال تماس گرفتند و آنها به شرط افشا نشدن هویتشان حاضر به گفتگو شدند. نزدیکان مولوی مقدوم عالم میگویند که طالبان با روی کرده کاملا قوی او را بازداشت کرده. بستگان مولوی مهدی نیز ادعا میکنند که او دلیل شیعه و هزاره بودن برکنار شده است. قاری صلاح الدین ایوبی، مولوی نورالدین و مولوی عطاالله عمری
هرسی فرمانده ازبک تبار نیز از تصمیم رهبری طالبان ناراضی‌اند، اما با گفته یکی از نزدیکان قاری ایوبی، او از پکتیا به فاریاب رفته و پس از سال نو با دل ناخواسته به موقف تشریفاتی کابل خواهد رفت. طالبان با آن که 90% گماشته شدگان کابینه والی و فرماندهان نظامیشان پشتونند، اما میگویند که روی کردشان قومی نیست و حکومتشان همه شمول است. اما یکی از نزدیکان مقدوم عالم میگوید که با روت انواره شده این که چه وقت انفجار میکند تا هنوز معلوم نیست. با این حال آماج در پست دیگر مینویسد: اما یک فرمانده با تجربه جنگی جبهه مقاومت که نمیخواهد نامی از او برده شود به آماج میگوید که عملیات طالبان احتمالاً چند روزه و یا چند هفته طول بکشد، اما محال است که تمام نقاط مشرف را تصرف و حفظ کنند. منابع محلی نیز ورود صدها جنگجوی تابدندان مسلح طالبان را به پنجشیر تایید میکنند، اما فرمانده مقاومتی میگوید که مطابق اصل جنگی چریکی که مبنای آن جنگ و گریز است، بعد از تغییر موقعیت و ترتیب و تنظیم دوباره مبارزات چریکی ادامه خواهد داشت. سخن از طرح عملیات بزرگ نظامی در پنجشیر در حالی گفته می شود که چند روز پیش امرالله صالح معاون رئیس جمهور فراری افغانستان گفته بود که کماندوهای پاکستانی در هماهنگی با شبکه حقانی وارد پنجشیر شدند. در همین حال قریشی: تداوم بحران در افغانستان بر ثبات منطقه تاثیر نامطلوب خواهد داشت. وزیر خارجه ترکیه: عجله برای به رسمیت شناختن حکومت امارت اسلامی طالبان وجود ندارد. اتهام جعل بر یک لابیگر اماراتی بازمانده از جمهوریت غنی. ادعای یک بازرگان مبنی بر دزدی میلیون ها دلار اصل قضیه چیست؟ گرفته شده از سایت رسمی آماج نیوز که تا کنون این خبرها از سوی منابع رسمی امارت اسلامی در ولایت کابل تایید و یا رد نشده است. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چینل یوتیوب وان اسمارت را سابسکرایب نمایید. ما برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر میگذاریم. امید که از ویدیوهای جدید و روزانه ما لذت ببرید. تا درود دیگر، بدرود. اوقات خوش داشته باشین. الله بزرگ حافظ و نگهدار شما باشد.